לאורך שנים שאיראן פועלת נגדנו, גם באופן ישיר וגם באמצעות השליחים שלה. ולכן ישראל פועלת נגד איראן והשליחים שלה, גם בהגנה וגם בהתקפה. אנחנו נדע להגן על עצמנו, ואנחנו נפעל לפי העיקרון הפשוט שמי שפוגע בנו או מתכנן לפגוע בנו, אנחנו נפגע בו. בתעמיל שזה דבר כשברנו. אינו תעמיל כרדן. در داخل البته کمک کردن اما عمده از بیرون این کار این شکست قطعا ادامه پیدا خواهد کرد این شکست ادامه پیدا خواهد کرد این تلاش های مذبوحانه هم مثل این کاری که در سوریه مرتکب شدن که البته سیلیشو خواهند خورد در یک تله ای افتادن به دست خودشون خودشون رو در یک تله ای انداختن که امکان نجاتشون وجود نداره و روز به روز رژیم ضعیفتر خواهد شد و به زوال و انهدام انشاءالله نزدیکتر خواهد شد در مناطق حساس اداره کشور با تأخیر در غزه را نشان دهنده پایبند نبودن رژیم صهیونیستی به اصول متاسفانه مدعیان دروغین حقوق بشر در غرب سکوت خجالت آوری را پیشه کردند و نه تنها تلاشی برای توقف ماشین کشتار رژیم صهیونیستی نمی کنند بلکه با محوریت امریکا آشکار و پنهان در این جنایات مشارکت دارند بدون هر گونه تردید امریکا شریک جرم قطعی جنایت رژیم صهیونیستی در غزه است. بین المللی عنوان کرد و گفت این رژیم برای سرپوش گذاشتن بر زمین عند الباب لما دخلت هاي القذيفة هون أنا لو أنا مايلة لهون بدي أرجع لهون أنا لو حدا على الباب هذا مين اللي بيحكي هون بس